بحث او شننه له مسئولو چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د ترک هیوادونو د سازمان په غیر رسمي غونډه کې وایي د نړۍ په نورو برخو کې جګړه د دې لامل شوې چې افغانستان د نړۍ د لید له دایرې بهر شي. په دې غونډه کې ښاغلی میرزیایوف له افغانستان سره د خپل هیواد د اړینو مرستو د دوام ډاډ ورکوي او د افغانستان پر وضعیت د غور لپاره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د همغږو هیوادونو د هڅو غوښتنه کوي. شوکت میرزیایوف زیاته کړې ده چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل په دغه هیواد کې د ټولنیز وضعیت له بدلون سره مرسته کوي. پوښتنه دا ده چې د ازبکستان یاد څرګندونې به په هغه هیواد څه تاثیر وکړي چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو پخې. زه رفیع الله ریحان مو تاسو همداسې به د بحث او شننې خپرونه اورئ. په نوې خپرونه کې پر همدغه موضوع باندې غږیږو چې د دې موضوع د لا ښه تحلیل راپاره راسره د اقتصادي چارو شننونکی محترم عبدالنصیر رښتیا صاحب د ټلیفون پر لیکه وصل دی او بحث به ورسره کوو. رښتیا صاحب کور مو آباد چې وخت مو راکړو په خپرونه کې راسره مل یاستئ. ډېر تشکر. زه هم خپل سلامونه تاسو ته قدرمنو همکارانو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه علیکم سه کور آباد. رښتیا صاحب محترم، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ازبکستان به افغانستان سره خپلو مرستو همکاریو ته دوام ورکړي او څو ورځې وړاندې هم په ازبکستان کې د افغانستان د لاسي صنایعو او د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی نندارتون هم جوړ شوی و. غواړم د ازبکستان سره زموږ اړیکو باندې وغږیږو. ډېره مننه. شما میفهمین که سیاست های اقتصاد محوری امارت اسلامی افغانستان و سیاست های خارجی امارت اسلامی افغانستان با گذشت هر روز داره به نمو مسئولیت خود در منطقه میگذاره و این باعث شده که هر روز چراغای سبز به خاطر تعاملات بیشتر سیاسی با افغانستان روشن میشه و گاهی میبینین که کشور دوست چین خانه روابط بهتر و به خاطر آزادسازی دارایی های افغانستان و به خاطر تعاملات بیشتر با جامعه جهانی صحبت میکنه و گاهی هم روسیه و ایران و بالاخره کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپایی. این خود بیانگر ازی است که حکومت فعلی افغانستان در عرصه سیاست های خارجی و داخلی خود موفق بوده و همین سیاست های اقتصاد محوری افغانستان سبب ازی شده که آهسته آهسته ما حرکت بکنیم به طرف همگرایی اقتصادی. زمانی که همگرایی اقتصادی به میان میاد بدون شک که سبب صلح و ثبات دائمی در منطقه میشه و اکثریت کشورها از این سیاست استقبال کرده و خواهان تعاملات بیشتر سیاسی با افغانستان هستند. از این روز که با گذشت هر روز شما میبینید که تعاملات اقتصادی ما و تعاملات سیاسی ما با کشورهای منطقه همسایه بیشتر گسترش پیدا میکنه و با در بحث تجارت بین المللی هایسایسه داریم گامهای بسیار مهم و ارزنده را برمیداریم و شما میبینیم که هر روز سرمایه گذاران خارجی و داخلی از افغانستان رفت آمد دارند و تمایل به سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف در افغانستان دارند. از اونجایی که کشور ازبکستان یک کشور دوست و کشور است که در کل شریک استراتژیک اقتصادی افغانستان به شمار میره و ما بیشتر داد و ستد تجارتی با ازبکستان داریم و از طرف دیگه تمایل خودی کشور به خاطر داشتن روابط خوب اقتصادی با افغانستان به دلیل اینکه افغانستان از لحاظ ژئوپلیتیک در یک باقین یا در نقطه قرار داره که میتونه کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه را به هم وصل بکنه. از جمله علاقه‌مندی کشور ازبکستان به افغانستان حرکت دادن خط آهن افغان ترامپ است که ازبکا به صورت علاقه‌مند هستند تا از طریق افغانستان خود به ترخم برسانند و به پاکستان و همچنان از طریق هرات خود به چابهار برسانند.
اینا از جمله علاقمندی کشور ازبکستان است که بیشتر میخواهد با افغانستان تعاملات داشته باشه و شما میبینیم که عرضگاهی در استشهای بین المللی به خاطر آزادسازی داریهای افغانستان و به خاطر تعاملات بیشتر جامعه جهانی با افغانستان اونا کوشش های خود را دارند. خوشبختانه ما در آخرین نمایشگاهی که از در ازبکستان داشتیم با ابتکار وزارت محترم صنعت و تجارت افغانستان که ما تونستیم بالاتر از $100,000 قرارداد را با ازبکستانی ها بکنیم و بیشتر تلاش به صورت گرفت که ما کارهای مشترک تجارتی و سرمایه گذاری را انجام بدیم که شخص وزیر محترم نوردین عزیزی سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت تلاش کردند تا سرمایه گذاران ازبکستانی را تشویق بکنند که در افغانستان به این سرمایه گذاری بکنند، چون تمام شرایط و سهولت ها مهیا شده در افغانستان. حتی شما چند روز پیش هم دیدیم که بسای تشویقی از طرف امارت اسلامی افغانستان ارائه شد که در اون بسای تشویقی بود که اگر هر سرمایه گذاری که به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنند به مدت 5 سال اونا از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین بسای تشویقی بیشتر سرمایه گذار تشویق میکنه تا در داخل کشور سرمایه گذاری بکنن. و از طرف دیگه در این نمایشگاه صدر اعظم جمهوری ازبکستان الهی تماما وزرای کابینه و مردم از این نمایشگاه دیدن کردن و خیلی مورد استقبالشون قرار گرفت و تاکید صدر اعظم ازبکستان هم این بود که بیشتر تجارا و سرمایه گذار ازبکستانی داد صدود خود با افغان ها داشته باشد و یه مرسته تلاش جهات ما خوزی سر به سنت و تجارت بود که امکانات کانات برابر کرد تا ما بیشتر از پیش با کشور ازبکستان داد صدود تجارتی داشته باشد. بله رکتی هست محترم، تاسو خبال خبرو که ببیل چه در سنت و سوداگره محترم وزیر در ازبکستان د تجاران او سرمایه‌گذاران او څخه وغوښتل چې راش په افغانستان کې پانګونه وکړي، سرمایه‌گذاری وکړي و هغوی هم لیوالتیا وښودله. آیا څومره تاثیر گذاره دي، څومره مثبت دي چې هغوی راش افغانستان ته او په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ آیا دا چاره به وشي، ترسره به شي که نه؟ تاسو بلته له نږدې ورسره لیدلی وي؟ دقیقاً ولی نه، کله چې یو حکومت وغواړي چې هغه ټول سهولتونه او تسهیلات او سرمایه گذار ته مهیا کړي او هغه هیواد که امکانات ډېر وي، یعنې مسئولیت جانی مالی هم شتون ولري، کارګر هم ارزانه وي او تاسو مواد خام هم ولري، نو اکثریت هیوادونه تمایل ښیي چې راشي هغه هیواد که سرمایه گذاری وکړي. اوس تاسو ګورئ چې زموږ د معدن او د سکشن په بخش د معدن په بخش کې موږ ډېر ظرفیت لرو چې هیوادونه راشي سرمایه گذاري وکړي، خصوصا هغه هیوادو ته چې زموږ ګاونډیان دي، هغوی ډېره علاقمندي لري، ځکه چې هم لاره نږدې ده دوی ته، هم مواد خام دلته په ارزانه پیدا کېږي، هم کارګر ارزانه پیدا کېږي. نو دا خپله یو منبع د جذب سرمایه گذاري ده او زموږ مشران خصوصا وزارت محترم تجارت ډېر په تلاش کې ده چې څومره کولی شي چې دوی هغه سرمایه گذاران یا پانګوال جذب کړي چې راشي دننه په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. ما مخکې هم یادونه وکړه چې الحمدلله اوس په افغانستان کې امنیت تامین ده. بله. او په افغانستان کې هغه ټول سهولتونه او فرصتونه شتون لري چې یو سرمایه گذار پلته کېده. نو اوس همده فرصتونه، همده غوښتن د امارت اسلامي، همده سهولتونه او تسهیلات که برابر سوی ده، در خپله موږ ته دا فرصت ورکوي چې حرکت وکړو، چې یو همګرۍ اقتصادي په منځله کې اوس وګوره که چېرته د افغان فرانس د خط پټری د ریل پټری حرکت وکړي، نو مستقیما منځنۍ آسیا او جنوب آسیا یو بل سره نښلوي، نو دا خپله یو همګرۍ په منطقه کې رامنځته کېږي او دا ډېر کومک کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات رامنځته شي. کور آباد. په ډېری موضوعاتو باندې تاسو وغږېدلی چې فرصتونه اوس ورته مهیا شوي، پیدا شوي دي، هغه هم د کارګرو په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې. یو مهمه خبره دا ده چې خام مواد که څه هم په افغانستان کې لوی شرکتونه او فابریکې شتون لري، خام مواد څه ډول دي په افغانستان کې؟ څومره لاسرسی ورته دلته د فابریکې مسؤولین لري، یا هم که څوک له بهر راځي په افغانستان کې پانګونه کوي، خام موادو ته څومره لاسرسی شتون لري؟ شما میتونین که ما 14 ساعت ماده
او به جذب سرمایه گذاری شد. خوشبختانه اکثریت سکتورهایی که در افغانستان فعالیت دارند مواد خام خود از داخل کشور تهیه میکنند. مثلا شما 42 فابریکه فولاد در افغانستان دارین. بعد از تحول سیاسی و آمدن امارات اسلامی افغانستان چند نکته که قابل مکس است که برسش تاکید بکنیم من حیث سرمایه گذار روی است که فساد گسترده اداری که در ادارات حکومتی وجود داشت او از بین رفت. دوم، جلوگیری از قاچاق مواد خام و بیرون از کشور شد. حتی شما شاید هستین یا بدانید که ما بیشتر از 35,000 تن آهنالات که در مرز با افغانستان و پاکستان جمع آوری شده بود و این انتقال داده می شد به پاکستان، امارات اسلامی افغانستان اونا را ممنوع کردن و قاچاق شد جلوگیری کردن. ما تانیستیم که دوباره این مقدار آهنالات که در 550 تیلر بود دوباره ایره به ولایت های مختلف هرات، کابل، مزار و جلال آباد انتقال بدیم و این باید شد که افغانستان در تولید آهنالات از قبیل سیخ و گل، بادرنگ، لارنت یا ایرن به خود کفایی برسه و فابریکات ما که 50% در زمان جمهوریت بنابر همین دلایل مسدود شده بودن دوباره اینا فعال شوند. و شما شاید هستین که ما در نمایشگاهی که در ترکمنستان داشتیم و در اونجا ما هم بیشتر از 13 قرارداد را با ترکمنا امضا کردیم، از جمله 150,000 سیخ و گل بر اولین بار در تاریخ افغانستان ما تانستیم که به ترکمنستان قرارداد بکنیم و عملا صادراتش آغاز شده و به این شکل رنگ افغانستان فعلا ترکمنستان میره و سنگ مرمر افغانستان فعلا ترکمنستان میره. یعنی به این معنا که تمام سهولت ها و امکانات در داخل کشور مهیا شده. بعضی مشکلات و پرابلم ها نوز هم وجود داره، از جمله کمبود و انرژی یا برق هست که متاسفانه یک مسئله ملی هست و نوز هم ما پتکی به واردات هستیم، انرژی را بیرون از کشور وارد میکنیم. با تمدید لین 500 کیلووات که از ترکمنستان قرار است که تا یک سال آینده تکمیل شد و پروژهش فعلا عملا آغاز شده، با تکمیل شدن این لین انشاءالله که هم برق تامین خواهد شد و هم نیازمندی هایی که ما داریم او تامین خواهد شد. و در کلیه زو شما میفهمید که پروژه دیگه هم خوشبختانه که در اولین بار از بودجه خود دولت تامین میشه، پروژه بندهای برقی که ساخته میشه بیشتر تمرکز بالای تولید انرژی برق داخل کشور هم جریان داره. با تکمیل شدن این برنامه ها و پروژه ها انشاءالله عملا ما نگاه برق یا انرژی به خود کفایی میرسیم و به اکثریت فابریکات ما که مواد خامشان از بیرون تامین میشه باز هم جا داره که سپاسگزاری بکنیم از وزارت صنعت و تجارت افغانستان که تمام اصولت ها را ایجاد کردن. حتی با خود جناب وزیر امور ایرانی ها صحبت کردن که در قسمت تهیه مواد خام با افغانستان همکاری بکنن. خوشبختانه یه همکاری از اینا سبب از این شد که اکثریت فابریکات ما که با مشکل مواد خام مواجه بودن این مشکل هم برطرف شد و حل شد. اینا از جمله کالای بسیار اساس هستن که در این مدت کم صورت گرفته و هیچ کس نمیدونه که از این چشم پوشی بکنه. حتی امروز شما از صولت ها را که از طرف حکومت ایجاد شده نوشابه های غیر الکلی شما که در داخل کشور تولید میشه حتی به اروپا و امریکا و کشورها با دی بازارها رسیده و تانسک مشتریان رو کوی خود داشته باشه. بنابراین هر قدر که صولت ها در قسمت صادرات و تهیه مواد خام در داخل و بیرون از کشور از طرف حکومت مهیا میشه این خود سبب از میشه که دلگرمی به سرمایه گذاری بیشتر شوه. همین لحظه که ما داریم امروز شما صحبت میکنیم به ده ها فابریکه و آماده سرمایه گذاری هستن که به خاطر نبود زمین یک مقداری متوقف شده بود که خوشبختانه توزیع زمین هم پروسیجر و یا طرحی که داشتن اونا تصویب شد از طرف امیرالمومنین صاحب که او با وزارت تجارت آمده و انشاءالله که عملا توزیع زمین هم شروع میشه. با شروع شدن روند توزیع زمین بده ها فابریکی دیگه در افغانستان اعداد خواهد شد که ما را کمک خواهد کرد تا آنجی نیاز داریم خواهد تولید بکنیم و از خروج ارز و بیرون از کشور بابت واردات از جلوگیری شود. زمانی که این کار صورت گرفت هم شما پولتان به داخل کشور در گردش میه، هم زمینه کار بر شما ایجاد میکنه و هم شما را حرکت میده به طرف رشد اقتصادی. دیره من نکور آباد د افغانستان د ملي رادیو درنو اوریدونکو لاند د ماخل د می ورسته بیر تر اگر زو رشتي حساب لمونګ سره شته دی او بحث به ور سره کوو. بحث او شننه لا مسؤولو چارواکو سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو.
بحث او شننه. ملی رادیو د ملت غږ. څلور دیرش، سی و چار، څلور دیرش، څلور دیرش خپرونه، برنامه سی و چهار. گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خپرونه. په څلور دیرش خپرونه کې بحث او شننه. لا مسئولو چارواکو، سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. بیا هم خره غلاست قدرمنو اوریدونکو، تاسو د بحث او شننې خپرونه اورئ. په خپرونه کې را سره د اقتصادي چارو شننکی محترم عبدالنصیر رښتیا صاحب میلمه دی او پر اقتصادي موضوعاتو ورسره بحث کوو. رښتیا صاحب محترم، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف ویلي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو ازادېدل په دغه هیواد کې د ټولنیز وضعیت له بدلون سره مرسته کوي. ستاسو باور او اند څه دی د دغه کنګل شویو شتمنیو په تړاو باندې؟ ببینین، پولهای منجمد شده افغانستان که مبلغ 9.5 میلیارد دلار میشه، این مطلقا مربوط به افغانستان و حکومت افغانستان است و این حق در افغانستان بانک است، به صورتی که این پول آزاد شود و در اختیار حکومت افغانستان قرار بگیره. بدون شک بعض برنامه ها و پلان های استراتژیک اقتصادی را میدانه اینا حرکت بده و در حقیقت این پول امور پشتوانه پول افغانی ماست و این پول به هیچ عنوان به مقاصد غیر اقتصادی به مصرف نمیرسه و این پشتوانی پول افغانستان است و این مربوط افغانستان میشه که از مخاطی که میکنه ایده بتانند در پروژه اقتصادی از این استفاده بکنند و زمانی که این پول آزاد میشه بدون شک ما را در بحث تجارت بین المللی هم میتونه صلح‌ها و تسهیلات را ایجاد بکنه. اما این صداها به خاطر آزادسازی پول های افغانستان و به خاطر تعاملات بیشتر در حقیقت میتونه افغانستان خیلی کمک بکنه تا مشکلات سیاسی خود را با دنیا حل بکنه. کورابد رشتی هست محترم، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایب دا هم ویلی دی چې افغانستان سره د خپل هیواد د اړینو مرستو د دوام په اړه باندې موږ ډاډ ورکوو چې اړینې مرستې به له افغانستان سره کوو. تاسو ته تر ډېره پورې ښه معلومه کې د ازبکستان مرستې له افغانستان سره څه ډول دی؟ ببینین، در همچین شرایطی که فعلا افغانستان قرار دارد، به دلیل اینکه شما میفهمین که اقتصاد ما متکی با کمک های خارجی بود در این 20 سال گذشته و بالای زیربناها و زیرساخت های اقتصادی در افغانستان کار صورت نگرفته بود، با وجودی که به تریلیون ها دلار به افغانستان سرازیر شد، اما هیچ نوع کارهای بنیادی و زیربنایی در افغانستان صورت نگرفت و افغانستان اقتصادش وابسته به کمک های خارجی بود. زمانی که تحول ایجاد شد و تحول آمد، تماما این کمک ها قطع شد و در پلی 2500 پروژه که از طرف بانک جهانی و تعداد کشورهای دیگه در افغانستان تضمین میشد همیشه متوقف شد و بیشتر از 600 هزار مردمی که در این پروژه ها مسئول کار بودند بیکار شدند و گمان بر این بود که اقتصاد افغانستان تا مدت کوتاهی از هم خواهد پاشید، چون اقتصاد ما متکی به کمک ها بود. اگر کمک ها قطع شد بدون شک گمان داری بود که اقتصاد افغانستان از هم میپاشد. اما خوشبختانه که با توجه به سیاست های اقتصاد محوری امارات اسلامی افغانستان و توجه بیشتر رو و تاکید بیشتر بالای سرمایه گذاری ها و اقتصاد درونزا، این باعث شد که اقتصاد افغانستان از فروپاشی نجات پیدا بکنه. در همچون شرایط با وجودی که تغییرات هنوز هم پابرجا است، محدودیت های بانکی وجود داره، اگر دنیا ما را کمک میکنه کشورها بدون شک خیلی مسئولیت خواهد داشت. البته کمک های بشردوستانه نه خیر، کمک های اقتصادی، چون کمک های بشردوستانه کمک هایی هستند که کمک های یک بار مصرف است و این کمک ها فقط در کوتاه مدت میتونه شکم های مردم را سیر بکنه و در کل در دراز مدت این سبب ایجاد مشکلات دیگه میشه، به دلیل اینکه یک جامعه فعال غیر فعال میسازه و مردم عادت میکنن به گرفتن کمک ها و یکی از عمده ترین دلایل فقر ماندن در دام فقر است. اما کمک های اقتصادی اگر صورت بگیره بدون شک حکومت میتونه برنامه های استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه، پروژه انکشافی
و توسعه حرکت بکنه. زمانی که پروژه ها حرکت بکنه، زمین کار و اشتغال ایجاد میشه و مردم زندگیش تغییر میکنه. بنان این کمک هایی که ازبکستان میخواد به افغانستان بکنه، کمک های اقتصادی، بدون شک یک مسئولیت خیلی بلند داره. از جمله قسمی که بیشتر ما اشاره کردیم، اگر ترکمنستان پروژه افغان ترانزیت تمدید بکنه و در این پروژه سرمایه گذاری بکنه، برعلاوه از اینکه افغانستان مبدل به چهار سوی ترانزیت میشه که سالانه به میلیون ها دلار حق ترانزیت نصیب افغانستان میشه، از طرف دیگه به مردم زمین کار و اشتغال ایجاد میکنه و از طرف هم ما میتونیم که در بحث واردات و صادرات ثلث های بیشتر به سکتور خصوصی ایجاد بکنیم. کورا بعد رشته است محترم که در سوداگری برخی طرح شو، ازبکستان چه تا ضرورت لری چه لافغانستان تخیه وارد کری او افغانستان چه تا ضرورت لری چه پا ازبکستان که شتون ولره او لازبکستان تخیه افغانستان تر وارد کری در سوداگری پا برخه که؟ خب ببینیم هر کشور مزیت های مطلق و مزیت های نزدی خود دارن. بله. هر کشور پس به بعض چیزها ضرورت داره که وارد بکنم و به بعض چیزها نیاز داره که صادر بکنم. حالا افغانستان کشوری است که تازه به طرف صنعتی شدن در حرکت است و دارایی‌هایش به طرف تولیدات صنعتی میره و همچنان عمدترین محصولات صادراتی افغانستان در شرایط فعلی محصولات زراعتی ما تشکیل میده. بیشترین صادرات ما به افغانستان به کشورهای آسیای میانه محصولات زراعتی است و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و ما از اون طرف بیشتر مواد نفتی و مواد غذایی یعنی کالای استراتژیک ما وارد میکنیم. سهولت های بیشتر ایجاد شود خوشبختانه که در این سفر که 150 نفر از سکتور خصوصی و هیئت رهبری امارات اسلامی افغانستان و وزارت محترم تجارت در این سفر در حالی که یک نمایشگاه بود و تولیدات داخلی افغانستان اونجا به نمایش گذاشته شد، روی موارد بیشتر که سکتور خصوصی با اون مشکلات مواجه بودن تاکید صورت گرفت. از جمله سهولت‌ها و تسهیلات به خاطر آوردن صدور ویزه به تجار افغان و سرمایه‌گذار افغان و صرف هم در قسمت کاهش پیدا کردن کاست ترانسپورتیشن و یا قیمت ترانسپورتیشن که خیلی بلند است که ما از طریق ازبکستان به کشورهای دیگه کالا را صادر میکنه، روی مورد بیشتر تاکید شد و همچنان سرمایه گذاری های بیشتر بالای بنادر استراتژیکی که ما با ازبکستان داریم اینجا سرمایه گذاری صورت بگیره تا سهولت های بیشتر در قسمت ترانسپورتیشن ایجاد شود. اینا از جمله موارد عمده بود که سکتور خصوصی با مشکلات مواجه بود که خوشبختانه و از طرف مسئولین ازبکستان پذیرفته شد و اونا وعده هر نوع همکاری را با جانب افغانستان دادند. بله رشته است محترم، تاسو مخ که ویل چی پا افغانستان که دا بحرانه و پانگوال و لپاره هر دول آسانتیا و فرصتون برابر شویده، ازبکستان دا افغان پانگوال و لپاره کم فرصتون پا نظر کنی ولیده؟ آیا آسانتیا ور تا برابر شویده؟ بلخصوص دا ویزو پا برخه که چه دول دیده ازبکستان ویزه؟ خب ببینین یکی چالش ها و مشکلات کلان سکتور خصوصی افغانستان نه تنهایی که با ازبکستان بلکه با تمام کشورها ما این مشکل داریم که در قسمت صدور ویزه ما با مشکلات مواجه هستیم، در قسمت انتقال و دریافت پول با مشکل مواجه هستیم بنابراین تجهیزاتی که غرب بالای افغانستان وضع کرده، اما خوشبختانه این مشکلات همیش با ازبکستانی ها از طرف وزارت محترم تجارت مطرح شد و این مورد یک به یک بحث صورت گرفت و توافقات هم صورت گرفت که انشاءالله در قسمت صدور ویزه و دیگر مشکلاتی که تجار افغان به او مواجه هستند تمام این موارد یک به یک از طرف وزیر صنعت و تجارت با صدر اعظم ازبکستان مطرح شد و اونا وعده هر نوع همکاری را با افغانستان دادند. یک بحث است که به خاطر سرمایه گذاری ها به بیرون از کشور هیچ نوع مشکل وجود نداره به سرمایه گذاری افغان اگر بخواهند در بیرون از کشور یا در هر کشور دیگه سرمایه گذاری بکنند، اما بحث اساسی اینجاست که امارات اسلامی افغانستان خصوصا وزارت محترم تجارت بیشتر علاقمند به این هستند که بتوانند جذب سرمایه گذاری های خارجی را در داخل افغانستان داشته باشند، چون اینجا ما نیاز داریم که سرمایه گذاری صورت بگیره. اینجا داخل افغانستان ما اونم تمام سهولت ها و تسهیلات از طرف حکومت افغانستان به سرمایه گذاران مهیا شده تا بین داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنند، چون هم ما فرصت های خیلی زیاد سرمایه گذاری داریم در سکتورهای مختلف. مثلا سکتور زراعت افغانستان هنوز دست نخورده باقی مانده، اگر در این سکتور سرمایه گذاری صورت بگیره
شما میفهمید که 80% مردم افغانستان زراعت‌کش و مالدار و مالدار هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تامین معیشت میکنند. ما در این قسمت جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشیم، در قسمت تکنولوژی، در قسمت میکانیزه شدن زراعت، در قسمت فارم های مالداری ما بتانیم بیشتر توجه بکنیم که تا بتانیم گوشت زیر صادر بکنیم. و لبنیات فعلا شما میبینید که لبنیات در یک کشور زراعتی و مالداری هستیم، و لبنیات ما مثل شیر و دوغ و ماستی گفاز خارج بر ما میاد، چون ما در داخل افغانستان اینا را تولید نکنیم. در این بخش ما خیلی ظرفیت کلان سرمایه گذاری را داریم که در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیرد. به همین شکل در قسمت باغداری در افغانستان امروز شما می‌بینید که باغداری افغانستان نه تجارتی شد نه ارگانیک شد. در این قسمت کار ضرورت داره که ما بتانیم یا زراعت خود تجارتی بسازیم و یا زراعت خود ارگانیک بسازیم. شما 6500 فابریکه در افغانستان داریم که اکثریت زی وابسته به مواد خامش و بیرون از کشور است. اگر زراعت ما بتانه مواد خام را در داخل کشور تولید بکنه و ایره بتانه به صنعت افغانستان، ما در دو جهت میتونیم کار ایجاد بکنیم. امروز شما ببینید که یک خلیته بانجان رومی شما در سیزنش در ده افغانی میرسه. شما یک سرخانه ندارین، کل افغانستان سرخانه وجود نداره. در این قسمت جذب سرمایه گذاری ها صورت بگیره تا سرخانه میاری ساخته شود و به اساس ضرورت محصولات ضرورتی ما با بازار عرضه شود. شما یک کسی رو به شما رو ببینید که از پاکستان و ایران و کشورها داخل افغانستان میشه، در حال که افغانستان کشور زراعتی است و ما کارخانه محدود روب داریم. اگر داریم هم نمیتونیم رقابت کرده با کشورهای همسایه بنان. اینجا با پالیسی ها و ضرورت است که حکومت چین و پالیسی را اتخاذ بکنه تا صنایع داخلی ما رشد بکنه و سبب ایجاد کار و سرمایه گذاری های جدید شد. به همین شکل در سکتور معدن که 1400 معدن بزرگ دارین، شما هر بخش از او نیاز به سرمایه گذاری های بسیار کلان دارن، اما به شرط کوشش شود که در این بخش هم معدن اولویت بندی شود، او معدن برستخراج شود که قابلیت پرفروش و تولید در داخل کشور داره. در غیر از او هر معدنی که استخراج میشه اگر پروسس و تولید در داخل کشور صورت نگیره، در صورت بازی مسئولیت کم اقتصادی داره، به دلیل اینکه خام فروشی یا مواد خام که فروخته میشه او نمیتونه ما را به رشد اقتصادی برسانه. بران در سکتور خدمات شما ببینید، شما در هر بخش، در بخش صحت، در بخش مخابرات، در دیگر بخش ها شما ضرورت یا ظرفیت دارید که جذب سرمایه گذاری ها صورت بگیره. در قسمت سکتور صنعت افغانستان ما بیشتر ظرفیت و امکانات داریم که در محصولات صنعتی سرمایه گذاری ها صورت بگیره. زمین داریم، امکانات داریم، مواد خام داریم، میتونیم که در این قسمت ما جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشیم. بنان اینمی موارد، اینمی فرصت ها سبب ازی شدن که خیلی دلگرمی به سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد شده و انشالله با حل مشکلات سیاسی در افغانستان شما شاید سرمایه گذاری های کلان در افغانستان انشالله خواهیم بود. زخت زیاد مننه کور بعد قدر من دشت حسیب چه برخم را سر باخسته. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو لا تاسو هم مننه کوم چې تر دې مهاله مو را سره د بحث او شرین خبرونه واورېده. تر بیا چې تاسو درنه حضور کې حاضریږو او تاسو لپاره د بحث او شرین خبرونه وړاندې کوو، په لوبه خون کې خدای مو سپارو. ښه وخت ولرئ. ښې چاره.